هفته گذشته ما در رابطه با کشمکش زنان علیه حجاب اسلامی یا لوگوی جنبش اسلام سیاسی صحبت کردیم. اخیرا رژیم جمهوری اسلامی برای دختری رو که علیه حجاب اعتراض کرده بود توی یک ماشین نه تنها دستگیر کردن، بلکه مورد شکنجه قرار دادن و به تلویزیون آوردن برای اعتراف اجباری. جمهوری اسلامی از این مسئله چه هدفی رو دنبال میکنه و خب اوضاع رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا میتونه موفق بشه که جامعه رو خفه بکنه یا نه؟ ما بارها بارها گفتیم، چه توی نوشته هامون، اطلاعی های سازمان آزادی زن، تو همین برنامه با هم صحبت کردیم، جمهوری اسلامی به حجاب اسلامی نیاز داره. حجاب اسلامی بیرق این رژیمه. حجاب اسلامی رو باید نگه داره به عنوان ستون محکم ایدئولوژیش. بدون اون نمیتونه دووم بیاره. و علارغم این که سرنگونی دو فاکتوی حجاب تو جامعه اعلام شده، زنها به خصوص زنهای جوان دیگه تره خورد نمی کنن برای حجاب، این رو در گوشه و کنار دیدیم، حمله می کنن به بسیجی ها، به زهرا خانم های بسیجی، به آخوندها، به ملاها، دیدیم فیلم های زیاد، عکس های زیاد دیدیم و روایت های زیادی شنیدیم که چجوری چه زنها و چه مردها در مقابل الان آخوند و ملایی که میخواد به قول خودش امر معروف بکنه یا تذکر بده، یا فاطمه زهراهایی که میان سر میکنن به زنها تذکر بدن، چطوری جامعه وای میسته و چطوری باشون مقابله میکنه، اینها رو دیدیم. و علاوه میدونه تو این شرایط گیر کرده، بعضا هم از اصلاح طلبان حکومتی میان میگن خب بابا اجباریشو بردار بذار ما ادامه بدیم. اونایی که سرکارن میدونن، رهبراش میدونن نمیتونن بدون حجاب دووم بیارن حتی یه روز. دیدیم که علارغم شرایط سختی که پیدا کرده، علارغم فشارهایی که هست، علارغم اعتراضاتی که هست، این تابستون حتی بیشتر از تابستون دو تا سه تا تابستون گذشته هجوم به زنان رو سازمان داده، حمله به زنان رو سازمان داده سر مسئله حجاب، کتک زدن، دستگیر کردن. این واقعه که دقیقاً این پرستو توی اتوبوس کاملا میشه دید حتی از صداش، خشمش علیه این شرایط رو به طور خیلی خودانگیخته ای داره بیان میکنه، آدم تو صداش میشنوه. و دستگیرش کردن و خب روشنه جمهوری اسلامی توی زنداناش حلوا نمیده، میزنه، شکنجه میکنه، میکشه. مگه کم بودن تو آبان ماه از قربانیان آبان ماه که زیر شکنجه کشته شدن توی زندان‌های رژیم؟ دفعه اول نیست، دفعه دوم نیست، شانس آوردیم پرستو رو نکشتن هنوز، ولی کارش به بیمارستان کشیده شد به خاطر خون. منظورتون سپیده هست؟ بله ببخشید من میگم پرستو. سپیده شانس آوردیم، شانس آوردن خانواده سپیده و خودش که کشته نشده، ولی حالا اینکه این خونریزی داخلی چه بلایی سرش آورده معلوم نیست. این اعترافات اجباری هم همه مردم میدونن، جمهوری اسلامی هم میدونه، مردم میدونن. اینو نمیاره برای اینکه مردم رو به اصطلاح نظرشون رو تغییر بده، میاره که بترسون. اعترافات اجباری نقشش نه توهم انگیزی و تغییر نظر، نقشش ارعابه. این رو باید دید و نباید مرعوب شد، نباید مرعوب شد، بلکه باید اعتراض کرد. من راستش خودم نتونستم نگاه کنم، حتی عکس سپیده رو نمیتونم نگاه کنم، تو دنیای مجازی میاد رد میکنم، برای اینکه واقعا آنچنان رو اعصاب و قلبم فشار میذاره که نمیتونم ببینم این زن جوون اینطور شکنجه دیده، اینطور آزار دیده توسط این جنایتکارای بلفطره. و روشنه نمیتونه با این اعترافات اجباری کاری بکنه در این زمینه، ولی داره تلاش میکنه عمرشو تداوم بده. فقط سپیده نبوده، ببینید مادر پویا بختیاری رو انداختن زندان، میگن یه زندانی دیگه بهش حمله کرده. این باز دفعه اول نیست که از زندانی های دیگه استفاده میکنه. چند سال پیش بود، من باز اسم یادم رفته، اون جوون 19 20 ساله رو تو زندان کشتن، یه زندانی دیگر انداختن به جونش کشتن. این دفعه اول نیست، دفعه آخر هم نخواهد بود. اینا تمام تلاش های رژیم اسلامیه برای اینکه بتونه تو قدرت باقی بمونه. تو بحران داره دست و پا میزنه، از بحران اقتصادی و سیاسی تمام جامعه علیهشن.
اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگری، اعتراضات جنبش آزادی خواه زن، اعتراضات جنبش خلاصی فرهنگی، اعتراض تمام جامعه رو ورداشته و این فقط با سرکوب میتونه سر کار بمونه. دزدیاش هم هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه، وضعیتش خرابه. پوتین و اردوغان اومدن که اینطوری شاید خواست بتون بگه من توی یه قطب، تو این جنگ نظم نوین جهانی من جا دارم، توی یه قطب دیگه هستم. اگر آمریکا این کار میکنه مهم نیست، ما تو قطب روسیه و چین هستیم، ولی این هم فایده نداره تا اونجا که به موقعیتش توی جامعه برمیگرده. روشنه این تنها راه اعتراض، منتها اعتراض سازمان یافته، اعتراض خودانگیخته. پیش میاد میریم توش، اینو کارش نمیشه کرد، ولی اعتراض خودانگیخته این رژیم رو به زیر نمیکشه. اعتراض سازمان یافته میتونه، اعتراض سازمان یافته، اعتراض متشکل، اعتراضی که در پشتش یک سازماندهی جدی قرار گرفته، اعتراضی که میتونه بر مبنای مجامع عمومی بره جلو، میره به اون سمت که شورها رو بسازه. این تنها راهه که ما میتونیم جمهوری اسلامی رو به زیر بکشیم و اعتراضات خودانگیخته هم سعی کنیم به خودمون جلب بکنیم، سعی کنیم بیاریم تو این سازمان یافته. من بارها به این نکته اشاره کردم، یک بار دیگه هم اشاره میکنم، ما تنها راهی که داریم در مقابل اینکه این رژیم رو به زیر بکشیم، در این حال به دام رژیم چینج و باند جریانات باند سیاهی نیفتیم، مثل جریاناتی که همین تو سوال قبلی بهش اشاره کردیم که همشون مثل مگس دارن دور این شرایط میگردن ببینن چطوری میتونن از خودشون برای خودشون چیزی به جیب بزنن، نه دست اونا بیفتیم و از شر این خلاص بشیم، باید اعتراض سازمان یافته درست به وجود بیاریم، باید رهبران عملی و رادیکال دست به کار بشن، در پشت صحنه اینها رو سازمان بدن، باید مردم رو متشکل کنیم و بهترین راه تشکل مجامع عمومی توی محیط کار، توی دانشگاه و مدرسه، توی محلات، این تنها راه. آذر مازدی، امسال رژیم بالاخره ترفند روز حجاب و عفاف راه انداخته بود و عملا خب شکست خورد و اعتراضات زنان رو میبینید. اتفاقا توی هفته گذشته یک کلیپی از اعتراض زنی رو داشتیم که برای همراه شوهرش بوده و میرفتن امر به معروف و نهی از منکر میکنن و شوهر میگه آقا جون به شما ربط نداره، شوهر رو گرفته بودن گذاشته بودن توی ماشین، ماشین به حساب همین گشتای ارشاد و اینا، و این زن پریده بود بالا، نشسته بود بالای ماشین میگفت تا شوهر ما آزاد نکنین من پایین بیان نیستم. این نشون میده که واقعا ترسی از حکومت دیگه ندارن و تونستن به حساب این مسئله حجاب و عفاف و امر به معروف دولت رو هم به چالش بکشن. شما آینده این اعتراض رو چگونه میبینین؟ جنبش به حساب دفاع از حقوق زن آینده میتونه مثلا جمهوری اسلامی رفرم بکنه، حجاب آزاد کنه، امر به معروف نکنه؟ آیا به جمهوری اسلامی رضایت میده؟ ببینید، من اینکه ترسشون ریخته نمیدونم، چون ترس یه چیز واقعی هست که توی انسان وجود داره، سیستم دفاعی انسان با این سیستم به وجود اومده، ولی یه جایی هست که آدم میزنه به سیم آخر، یه جایی میرسه دیگه میگه بالاتر از سیاهی رنگی نیست، مرگ یه بار، شیون یه بار. ما این زبان مسئله زیادی رو داریم تو زبان فارسی که راجع به این شرایط ذهنی، فکری، روحی داره حرف میزنه. مردم به اونجا رسیدن، مردم کار به استخونشون رسیده، مرگ یه بار، شیون یه بار، توی این لحظات این کار رو انجام میدن. به همین خاطر آدم نگاه میکنه میگه ببین این جامعه دیگه، جمهوری اسلامی نمیتونه توش حکومت بکنه، مردم به این موقعیت رسیدن، بحران اینقدر عمیقه، ولی این کار به استخون رسیدن. بازم اشاره بکنم، اگر سازمان پیدا نکنه نمیتونه پاسخگو باشه. شما نمیتونید فقط با اعتراضات خودانگیخته مثل موردی که قبلا بهش اشاره کردیم یا موردی که الان داریم راجبش حرف میزنیم این رژیم رو به زیر بکشید. میاد میزنه و یه مقداری توش میتونه باز ناامیدی بیشتر ایجاد بکنه، استیصال بیشتر ایجاد بکنه،
تو شرایط استیصال هم آدم میتونه بپیونده به یک جریان انقلابی و ترقی‌خواه، هم آدم میتونه بپیونده به یک جریان یک کابوس دیگه قراره برمون درست بکنه. استیصال شرایطی هست که میتونه به دو طرف بره. طرف اول آزادی خواهی کار لازم داره، اون یکی طرف راحت آدم میتونه تو دامش بیفته. به همین خاطر هست که خیلی مهمه که ما بتونیم فقط نگیم آره مردم دیگه خود نمیترسن میرن. نه، این گفتمان درست نیست. این گفتمان کار رو خراب میکنه. باید اتفاقا تو این شرایط هر چی بیشتر خم شد، فوکوس کرد، تمرکز کرد روی سازماندهی. جنبش آزادی زن قویه، ولی این جنبش تا ابد و ده که نمیتونه همینطور فقط خب میجنگه میره جلو. بالاخره آخرش چی؟ همیشه این سوال پیش میاد، آخرش چی؟ و برای ما کمونیستا باید، ما باید برنامه داشته باشیم، باید سازمان داشته باشیم. ما خود به خودی نمیتونیم حتی یک قدم به حکومت یا به جامعه‌ای که میخوان نزدیک بشیم. شرایط کیاس و آشفته و سناریو سیاه رو میشه خود انگیخته ایجاد کرد، ولی یک جامعه پیشرفته و آزادی خواه و برابری طلب که توش انسان آزاد و برابر مرفع رو نمیشه خود انگیخته به وجود آورد. باید براش سازمان داد، باید براش برنامه داشت، باید براش جمع کرد، باید براش نیرو گذاشت، باید با آگاهی بره جلو. این دو تفاوت رو ما باید بهش آگاه باشیم و دنبال خود انگیختگی نیفتیم. ببینیم، بیاموزیم، سعی کنیم اون رو دخیل بکنیم توی پروژه‌ای که داریم. و همین خاطر کسانی که به من میگن این جنبش به هر حال پیروزه، من نگاه میکنم، سری تکون میدم، میگم نه، نه، این رژیم میفته، ولی چی بعدش میاد؟ چی جاش میاد؟ آیا آزادی خواهی، برابری طلبی، رفاه و یک جامعه انسانی میاد جاش، یا یه آشوب و یه سناریوی سیاه دیگه میاد جاش؟ این رو باید دید و نباید فقط تسلیم خود انگیختگی شد.